سلام، من نازنین معتمدی هستم. در این قسمت از برنامه 37 درجه بهتون میگم آیا الان برای تزریق واکسن آنفولانزا دیر شده؟ اگر ویروس آنفولانزا و ویروس کرونا همزمان وارد بدن بشن چه اتفاقی برای بیمار میفته؟ واکسن آنفولانزای تقلبی رو چطور باید تشخیص بدیم؟ و در ادامه برنامه کلاس شادی در مدرسه مقابله با اضطراب شدیدی که کرونا در کودکان به جا گذاشته. این درسته که خانم حامله باید به اندازه 2 نفر غذا بخوره؟ برای افزایش قدرت تحمل و تاب‌آوری چطور باید از خودمون مراقبت کنیم؟ ویروسی نیست که این روزا مدام راجبش حرف میزنیم، ولی آنفولانزا هم مثل کرونا هم جدیه، هم در زمستون فشار رو روی کادر درمان و بیمارستان‌ها به شدت بالا میبره و هم هزاران نفر رو میکشه. امسال همزمانی شیوع فصلی آنفولانزا و کرونا خیلی‌ها رو نگران کرده. برای همینه که خیلی از کشورها تلاش می‌کنند به بیشتر جمعیتشون واکسن آنفولانزا رو تزریق کنند. چه کسایی قطعاً باید این واکسن رو بزنن؟ چه کسایی اصلاً نباید بزنن؟ و واکسن تقلبی رو چطور میشه تشخیص داد؟ برای تزریق واکسن آنفولانزا اومدم به یکی از داروخانه‌های خصوصی لندن. بعد از گرفتن شرح حالی از سابقه بیماریم، عوارض احتمالی واکسن آنفولانزا رو برام توضیح میدن. واکسنی که ما امسال استفاده می‌کنیم، واکسن 4 ظرفیتیه. از 4 سویه ویروس آنفولانزا تهیه شده. ممکنه بعد از تزریق عوارض جانبی خفیفی داشته باشی. شاید این عوارض 24 تا 48 ساعت هم طول بکشن. شایع‌ترینشون ایناست: تعرق بیش از حد، احساس گرما، درد عضلات و حس خستگی. ولی میتونی استامینافن بخوری و معمولا این عوارض بعد از 48 ساعت کاملا از بین میرن. از کجا بفهمیم واکسن تقلبی نیست؟ واکسن آنفولانزا در کشورهای مختلف ممکنه با نامهای تجاری مختلفی عرضه بشه. اسم این واکسن اینفلوواک است، ولی در هر کشوری این نام میتونه متفاوت باشه. اما باید حواستون باشه که حتما روش نوشته شده باشه واکسن آنفولانزا یا اینفلوئنزا واکسین. یادتون نره چک کنین که برای سال 2020 تا 2021 تولید شده. حتما حواستون به تاریخ انقضاش هم باشه. نکته بعدی که میتونین چک کنین سویه های ویروس های آنفولانزا است که واکسن از روی اونا درست شده. مثلا این واکسن از 4 سویه تهیه شده. در بریتانیا برای افراد زیر 65 سال از واکسن‌های بیشتر از 4 ظرفیتی استفاده نمی‌کنند. برای کسایی که بالای 65 سالن واکسن متفاوتی می‌زنید؟ بله، به افراد بالای 65 سال واکسن 3 ظرفیتی می‌زنن، نه 4 ظرفیتی. چون سیستم ایمنی بدنشون به واکسن 3 ظرفیتی آنفولانزا بهتر جواب میده. واکسن آنفولانزا هر سال برای همون فصل تولید میشه. دلیلش هم اینه که ویروس های آنفولانزا به سرعت تغییر پیدا میکنن. برای همین اگر سالهای گذشته واکسن زدید، دوباره باید امسال هم این واکسن رو انجام بدید. میزان اثر بخشیش هم چیزی بین 50-60% که متخصصان میگن خودش خیلی زیاده. برای این سازمان بهداشت جهانی توصیه میکنه که هر سال این واکسن رو تکرار کنید. در انگلستان تزریق واکسن آنفولانزا را به همه افراد 6 ماهه و بزرگتر توصیه می کنند، ولی برای این گروه ها مجانیه. کسایی که بالای 50 سال دارند، بیماری های خاص دارند، خانم های باردار، کسایی که در خانه های سالمندان کار یا زندگی می کنند، پرستاران افراد معلول یا مسن، گروه پرخطر برای ابتلا به کرونا و همخونه هاشون، کادر درمانی و بهیاران اجتماعی. اما چه کسایی اصلا نباید این واکسن رو تزریق کنن؟ کودکان زیر 6 ماه، افرادی که تب دارن، کسایی که قبلا به واکسن آنفولانزا حساسیت نشون دادند و افرادی که حساسیت شدید به تخم مرغ، آنتی بیوتیک و ژلاتین دارن. خیلی ممنون از اینکه سوالاتتون رو در اینستاگرام برامون فرستادید. دکتر زندیب، استادیار ویروس شناسی دانشگاه اموری آمریکا، مهمون ما هستن تا به سوالات شما جواب بدن. آقای دکتر، آیا میشه همزمان به کرونا و آنفولانزا مبتلا شد؟ بله، گزارش‌هایی هستش که نشون میده که ابتلای همزمان
به صورت کوینفکشن بین این دوتا ویروس در بعضی از افراد اتفاق افتاده. مواردش موارد زیادی نبوده ولی به هر حال اتفاق افتاده. آیا ابتلای همزمان به دوتا بیماری کشنده تر از یکیشونه؟ یک مطالعه نشون داده که وقتی که این دوتا ویروس به صورت کوینفکشن هستن، مورتالیتی ریت یا همون میزان مرگ و میر تا حدودی بالاتر میره، ولی چندین مطالعه که البته تعداد بیماران داخل اون مطالعه کمتر از مطالعه قبلی بوده، اونها نشون دادن که میتونه خیلی هم ارتباطی وجود نداشته باشه. در ترتیب با توجه به اینکه هر کدوم از این دوتا بیماری میتونن علائم خیلی شدیدی داشته باشن، به نظر من هنوز یه خورده علم ما یه خورده جوان و خام هستش، ما هنوز نمیتونیم کامل بگیم. ولی بله، به هر ترتیب ابتلا به این دو عفونت اگر همزمان باشه، شانس این که بیمار علائم شدیدتری نشون بده رو داره. اگه بدن مبتلا به یکی از عفونت‌های تنفسی باشه، آیا ریسکش برای ابتلا به اون یکی بیشتر میشه؟ ببینید، در مورد نه فقط ویروس‌های تنفسی، بلکه در مابین تقریبا بسیاری از ویروس‌ها، وقتی که عفونت همزمان و یا عفونت یکی پس از دیگری ممکنه رخ بده، ممکنه که سرنوشت عفونت دوم ممکنه متفاوت باشه. بعضی از ویروس ها با هم دیگه پدیده اینترفیرنس یا تداخل رو ممکنه داشته باشن و اگه همچین چیزی باشه، معمولا عفونت اول باعث میشه که احتمال موفقیت عفونت دوم پایین تر بیاد. ولی بعضی از ویروس ها بالعکس با هم دیگه ساینرژیزم یا همنفسایی دارن، یعنی ممکنه عفونت به یک ویروس محیط سلول رو آماده تر بکنه برای ویروس بعدی. و حالت سوم اینه که ممکنه که عفونت دوتا ویروس کاملا مستقل از هم انجام بشه. بنابراین خیلی نمیشه رو این قسم خورد، ولی به هر ترتیب یک مطالعه بوده که مثلا به فرض در مورد ویروس آنفلانزا و عفونت همزمانش با یکی از مهمترین گروه ویروس‌های سرماخوردگی که بهشون رینوویروس‌ها گفته میشه، وقتی که عفونت رینوویروس وجود داشته باشه، ممکنه که بتونه تا حدودی تداخل ایجاد کنه و نگذاره که ویروس عفونت آنفلانزا بتونه خیلی راحت عفونت خودش رو در سلول و در بافت استبلیش بکنه. در مورد ویروس کووید 19 و آنفلانزا هنوز اطلاعات کاملی ما نداریم که بتونیم خیلی روش به اصطلاح تکیه بکنیم. الهه از اصفهان پرسیده، میگن اونایی که واکسن آنفلانزا میزنن در مقابل کرونا ضعیف ترند. آیا این درسته؟ نه، ارتباط خاصی وجود نداره. حداقل تا این لحظه که من خدمت شما هستم، ما هیچ سند و مدرک علمی و ثابت شده ای نداریم که بتونیم ثابت کنیم که زدن واکسن آنفلانزا میتونه که فرد رو مستعدتر بکنه برای گرفتن ویروس کووید 19. برعکسش چی؟ برمک از قندهار پرسیده، واکسن آنفلانزا از ابتلا به کرونا جلوگیری میکنه یا نه؟ نه، به خاطر اینکه ویروس آنفلانزا و ویروس کرونا اشتراکات آنتیژنیک زیادی با همدیگه به اون شکل ندارن. بنابراین فعلا همونطور که عرض کردم خدمتون، تا این لحظه که ما خدمت شما هستم، ما چیزی نداشتیم که بتونه اثبات کنه که زدن واکسن آنفلانزا میتونه که جلوگیری بکنه از اینکه فرد مبتلا به کووید 19 بشه. خیلی ممنون دکتر زندی، با ما بمونید. فعلا ببینیم واکسن آنفلانزا چطور تهیه میشه و چقدر مؤثره. آنفلانزا برای بیشتر ما ناخوشاینده، ولی برای بعضیا کشنده است. تا قبل از سال 2020 هر سال باعث مرگ حدود 650 هزار نفر در جهان میشد. آنفلانزا واکسن داره، اما این واکسن چطور ساخته میشه؟ واکسن آنفلانزا به خاطر تغییر و جهش ویروس مرتب به روز میشه و ردیابی جدیدترین گونه های ویروس یک پژوهش وسیع جهانیه. هر سال دانشمندان حدود 150 کشور با نمونه گیری از بیماران با علائم آنفلانزا تغییرات این ویروس رو زیر نظر میگیرن. آنها سالی دوبار در جلسه‌ای درباره ترکیب واکسن تصمیم میگیرن. یک بار برای نیمکره شمالی و بعد برای نیمکره جنوبی. دانشمندان باید زمان کافی برای تولید صدها میلیون دوز این واکسن رو هم در نظر بگیرن. امیدواری اینه که جهش ویروس خیلی سریع نباشه، چون در اون صورت تأثیر واکسن کم میشه و افراد بیشتری آنفلانزا میگیرن. اما دانشمندان چقدر در مبارزه با این ویروس موفق بودن؟ واکسن معمولاً 30-60% افراد واکسینه شده رو محافظت میکنه. گاهی در یک سال سخت تأثیرش کمتر میشه و مبتلگان بیشتر میشن.
ولی حتی اگه واکسن ما رو در برابر یک نوع جدید ویروس آنفلانزا محافظت نکنه، در مقابل بقیه گونه‌های اون ایمن می‌کنه و افراد واکسن شده معمولاً با شدت کمتر و برای مدت کوتاه‌تری مریض میشن. پس اگه پزشک توصیه میکنه حتما واکسن بزنید و خیالتون راحت باشه که ویروس داخل واکسن باعث آنفلانزا نمیشه. ویروس رو از قبل غیر فعال میکنن یا میکشن. علم روز به روز در پیشبینی تکامل ویروس پیشرفت میکنه. هرچند خیلی بعیده که آنفلانزا در آینده نزدیک ریشه کن بشه، اما با پیشبینی چگونگی جهش ویروس میشه به اومدن واکسن های موثرتر امیدوار بود. دکتر زندی همچنان با ما هستن. خیلی ها پرسیدن که هنوز نتونستن واکسن آنفلانزا رو تزریق کنن، هر جا مراجعه میکنن نیست. آیا الان اگه واکسن رو تزریق کنن دیره یا نه؟ نه، هنوزم دیر نیست. هنوزم در بسیاری از کشورهای دنیا، من جمله همینجا در امریکا هم فعلا همین الان مردم دارن میرن واکسن آنفلانزا رو میزنن و نه، هنوز دیر نیست. هنوز ابتدای فصل سرد و ابتدای شروع فصل آنفلانزا هستش و هنوز دیر نیست، هنوز میشه زد. از وقتی واکسن آنفلانزا رو تزریق میکنیم تا چند وقت بعدش ایمنی؟ واکسن آنفلانزا انواع مختلفی داره، ولی اون واکسنی که بیشتر از بقیه مورد استفاده قرار میگیره که تحت عنوان فلوشات هم شناخته میشه، مدت زمان در واقع بهینه‌ای که براش بیان میکنن برای مؤثر بودن 6 ماه بعد از واکسیناسیون هستش. ولی به هر ترتیب عزیزان همیشه باید اینو به خاطر داشته باشن که چون واکسن آنفلانزا به صورت سالیانه بر اساس پیشبینی ویروس هایی که میخوان در اون سال چرخش بکنن ساخته میشه، ما این واکسن رو نیاز داریم که هر سال بزنیم. ولی به هر حال حداقل یک محافظت 6 ماهه رو ما از واکسن آنفلانزا در صورت خوب بودن واکسن انتظار داریم. ممنون دکتر زندی. اما آیا راهی هست که ما خودمون از روی علائمی که داریم بتونیم تشخیص بدیم یه سرماخوردگی ساده است، کرونا گرفتیم یا آنفلانزا؟ آبریزش بینی، سرفه، گلودرد، علائم شایع در زمستان. اما از کجا بفهمیم اینها نشانه سرماخوردگی ساده است یا آنفلانزا یا کرونا؟ اگر دمای بدن شما بالای 37.8 درجه است، باید آزمایش کرونا بدید، چون تب یکی از نشانه‌های اصلی کرونا است. تا وقتی نتیجه منفی آزمایش رو بگیرید، باید خودتون و هم خونه‌هاتون رو قرنطینه کنید. تب میتونه نشانه آنفلانزا هم باشه، ولی به ندرت نشانه سرماخوردگی. اگه فقط عطسه میکنی و نشونه دیگه ای ندارید، احتمالا سرما خوردید. فقط حواستون باشه دستمالی که در اون عطسه میکنید رو جایی نگذارید، بلافاصله اونو دور بندازید. آبریزش و گرفتگی بینی به تنهایی نشانه سرما خوردگی هستن، اما از دست دادن حس بویایی و چشایی از نشانه های کووید 19 است. تشخیص این سه بیماری از هم از روی سرفه مشکل تره. مطلعان به کرونا معمولاً یا بیش از 1 ساعت مداوم سرفه می کنن یا در 24 ساعت تنها 3 یا 4 بار سرفه می کنن. اگه مرتب سرفه می کنید یا تنگی نفس دارید، آزمایش کرونا بدید. یادتون باشه شستن دست ها، حفظ فاصله اجتماعی و زدن ماسک هم جلوی شایع ترین بیماری های فصل زمستون رو می گیره و هم جلوی کرونا رو. جدا از علائمی که در گزارش بهش اشاره شد، دکتر زندی، آیا آزمایش‌های بالینی وجود داره که تشخیص بده کدوم یک از عفونت‌های تنفسی رو داریم، کرونا یا آنفلانزا؟ بله بله، خدا رو شکر در حال حاضر تستای خیلی خوبی، هم تستایی که هستن که به اصطلاح آنتیژن ویروس رو تشخیص میدن، هم تستایی هستن که دقیق‌تر هستن و با بررسی ژنوم ویروس میتونن اون رو تعیین هویت بکنن و برای هم ویروس های آنفلانزا هم ویروس کووید 19 در حال حاضر این تست ها موجوده و به راحتی قابل انجامه. این آزمایش ها تو ایران هم قابل انجامه؟ بله، در ایران هم قابل انجامه. آیا زمستان امسال باید خیلی نگران باشیم برای آنفلانزا؟ تجربه کشورهای نیمکره جنوبی مثل استرالیا که زمستونشون رو گذروندن چی نشون میده؟ اگر ما یه نگاه گذرایی داشته باشیم به آمار آنفلانزا ما بین سالهای 2019 و 2020 در یه کشوری مثل استرالیا که به قول شما زمستونشون گذروندن الان در فصل گرمشون به سر میبرن، استرالیا در 2019 بالغ بر 313,000 مورد آنفلانزای ثبت شده قطعی وجود داشته و این آمار و این عدد و رقم در سال 2020 به حدود 21,000 رسیده. آمار که تغییر کرده، ما نباید اشتباه کنیم که به خاطر اینکه کووید حالا اومده در اون کشور میزان آنفلانزا اومده پایین. خیر،
این به این علتی که مردم روش‌های پیشگیری، روش‌های بهداشتی رو خوب رعایت می‌کنن و اینا باعث میشه که به هر حال نه فقط آنفولانزا، قطعاً بسیاری از عفونت‌های تنفسی دیگه و حتی عفونت‌های دیگه که از راه سرایت فرد به فرد منتقل میشن هم میزان شیوعشون کمتر بشه. یعنی اگه سختگیری‌ها، قرنطینه و ماسک زدن‌ها یه کمی شل بشه، آنفولانزا هم آمارش میره بالا؟ طبیعتاً، قاعدتاً بله، کاملاً درسته. تشکر فراوان دکتر زندی. وقتی در بریتانیا قرنطینه ها رو برداشتن و مدرسه ها باز شد، تمام هم و غم کادر آموزشی این بود که چطور فضای امن ایجاد کنن، فاصله اجتماعی رو رعایت کنن و درس های عقب مونده رو برای بچه ها جبران کنن. ولی معلم ها خیلی زود فهمیدن که خیلی از بچه هایی که برگشتن به مدرسه به خاطر کرونا دچار اضطراب های شدید شدن. حالا دبستانی در شهر والاسی در شمال غربی انگلیس یه راه حلی برای مقابله با این اضطراب بچه ها پیدا کرده. یه کلاس جدید راه انداخته به نام زنگ شادی. در دبستان ریورساید هیچ کس به ویروس کرونا مبتلا نشده. اینجا سلامتی بچه ها بسیار مهمه. اما با گذشت زمان مدرسه بیشتر و بیشتر نگران سلامت روان بچه ها شده. علاوه بر افت تحصیلی، تعامل اجتماعی، روابط دوستانه و نظم زندگیشون هم کم شده. اینها در مراحل ابتدایی رشد میتونه برای روان آسیب پذیر بچه ها بسیار مخرب باشه. بچه ها واقعا روزهای سختی رو گذروندند. پیش از قرنطینه سراسری، دبستان ریورساید برای سلامت روانی و عاطفی بچه ها برنامه های مثل یوگا داشت و حالا اونها رو خیلی جدی تر دنبال میکنه. مثلا بچه هایی مثل پسر 8 ساله جنی. جنی اختلال ایمنی نادری داره. از اسفند پارسال از خونه بیرون نیومد و پسرش از برگشتن به مدرسه خیلی نگران بود. نگران من بود، نگران خودشم بود، چون فقط 8 سالشه و طبیعیه. نگران بود که ویروسو بیاره خونه و به من منتقل کنه. بعضی بچه های کوچیک نمیتونن درباره نگرانیشون حرف بزنن. برای همین مدرسه یه معلم شادی آورده و بچه ها هر هفته کلاس شادی دارن. در این کلاس بچه ها یاد میگیرن که ذهنشون رو آروم کنن، احساساتشون رو بفهمن و در محیطی امن درباره نگرانی هاشون حرف بزنن. این روش واقعا موثره. ما با همه دانش آموزان از کوچک تا بزرگ کار میکنیم تا یاد بگیرن با مشکلات روانیشون روبرو بشن، چه الان و چه در آینده. الان درک احساسات براشون آسونتره و میتونن از فکرهای منفی دوری کنن. مادر پدرها هم امیدوارن با این رویکرد مدرسه بچه ها حمایتی رو که شدیداً نیاز دارن بگیرن. این درسته که یه خانم حامل باید به اندازه 2 نفر غذا بخوره؟ نه، این حقیقت نداره. جنین برای رشد نیاز به کالری اضافه زیادی نداره. حتی از 6 ماهگی به بعد هم به خانم‌های باردار توصیه میشه علاوه بر 2000 کالری روزانه‌شون فقط 200 کالری بیشتر مصرف کنن. 200 کالری یعنی چقدر؟ در واقع هیچی. یه قاشق غذاخوری سس مایونز 1 قاشق، نصف اون شکلات و یه کاسه کوچک پاپ کورن. نه یه پرس چلو کباب یا قابلی پلو. متخصصا میگن خانم های باردار حتی میتونن یه رژیم غذایی خاصی رو دنبال کنن در طول بارداری بدون اینکه به جنین آسیب برسه، ولی نه اون رژیمی که هدفش کاهش وزن باشه، مثلا رژیم غذایی کم قند. 44 تحقیق روی 7000 خانم باردار انجام شده که نشون میده کسایی که رژیم کم قند رو در طول حاملگی رعایت کردند 4 کیلو کمتر از بقیه در پایان دوره بارداریشون اضافه وزن آوردند. در این تحقیقات به بعضی از زنای حامله تغذیه متعادل معمول داده شد و به بعضی های دیگه رژیم غذایی کم قند. رژیم کم قند هیچ تفاوتی در وزن نوزاد اونها موقع تولد ایجاد نکرد، بلکه یه اتفاق خیلی مهم افتاد. خطر فشار خون بالا در دوران بارداری که برای جنین و مادر خطرناکه رو کاهش داد. بنابراین اگه حامله هستین به اندازه 2 نفر غذا نخورید، چون نه تنها سودی نداره بلکه پدرتون هم در میاد تا اون چربیا رو بخواید بعدش بسوزونید. برای افزایش قدرت تحمل و تاب‌آوری یکی از مهمترین کارهایی که میتونیم بکنیم مراقبت از سلامت جسم و روانمونه. چطوری؟ لیگی وب نویسنده کتاب تاب‌آوری تکنیکایی رو در این قسمت بهمون یاد میده.
دلتون میخواد احساس بهتری نسبت به زندگی داشته باشین؟ میخواین استرابتون رو بهتر کنترل کنی؟ میخواین انرژی بیشتری داشته باشین؟ در این برنامه بهتون یاد میدم که چطور از خودتون مراقبت کنی. برای اینکه قدرت تحمل و توان تاب آوردنمون بالا بره، یکی از مهمترین کارا مراقبت از سلامتیمونه. راستی چرا برای مراقبت از خودمون وقت نمیذاریم؟ شاید بعضی وقتا حس میکنیم که این کار خودخواهیه، یا شاید چون تمام مدت داریم به دیگران کمک میکنیم و وقت گذاشتن برای خودمون احساس گناه بهمون میده. وقتی که توی هواپیما روی صندلی نشستین، از شما میخوان که با دقت دستورالعمل‌های ایمنی رو بخونید. یکی از دستورالعمل‌ها برای موقعی که ماسک اکسیژن از سقف میفته. مشخصا ازتون میخواد اول ماسک رو روی صورت خودتون بگذارید، بعد به دیگران در گذاشتن ماسک کمک کنید. این یک تمثیل فوق‌العاده برای زندگیه. توی دنیای پرآشوب و سرسام‌آور فعلی نباید از توجه به خودمون غفلت کنیم. این روزا خیلی از مراجعات به پزشک به خاطر بیماری‌های ناشی از استراب و تنشه. خیلی مهمه که بدونین عوامل محرک بیرونی که در شما احساس استراب ایجاد می‌کنن چیه و این استراب چه تأثیر جسمی و احساسی روی شما داره. باید آگاه باشید که چه زمانی این استراب و تنش داره در شما شکل می‌گیره و عوارضش رو نشون میده. هر چقدر سطح استرابتون بره بالاتر، زودتر به نقطه‌ای میرسین که انرژیتون ته میکشه. اون نقطه سیاه خستگی مفرد رو میگم که ما میتونیم خیلی وقتا خیلی بهش نزدیک بشیم. به محض اینکه حس کردید دارید به اون سمت میرید، باید دست از هر کاری که دارین میکنید بکشید. مثلا من میدونم وقتی مهلت تحویل پروژم داره نزدیک میشه، استراب میگیرم و دچار تنش میشم. ساعت داره تیک تاک میکنه و فهرست و اولویت کارهایی که باید انجام بدم مدام تغییر میکنه. یه دفعه میبینم که حسابی به هم ریختم. تپش قلبم رو احساس میکنم، عصبی و زودرنج و حساس میشم. وقتی به این حالتم آگاهم، میدونم که الان باید دست از همه کارا بکشم و از داخل گود بیام بیرون. اولین کاری که میکنم اینه که به طور فیزیکی خودم رو از جایی که به من تنش وارد میکنه بیرون میبرم. از اتاق یا از محل کار میرم بیرون و یکم زمان میذارم و نفس عمیق میکشم. تمرینات تنفسی مراقبه بهم کمک میکنه که بخشی از هیجان و تنشی که حس میکردم فروکش کنه. دومین کاری که میکنم اینه که یکم آب میخورم. اینطوری هم به بدنم آب رسونی کردم، هم آب کمکم میکنه که سموم بدنم دفع بشه. قدم سوم تصویرسازی ذهنیه. تصور کردن محیط ها و تصویرهای آروم، خوشحال و آرامش بخش. برای مثال من به دریا یا خورشیدی که داره از بین درخت ها روی صورتم میتابه فکر میکنم، چون ذهنم رو آروم میکنه و من رو به دنیای دیگه میبره و این توانایی رو به من میده که اون موقعیت تنش‌زا رو از زاویه متفاوتی ببینم و جور دیگه باش برخورد کنم. بنابراین برای اینکه در سیاه چاله خستگی مفرد نیفتیم، لازمه که حواسمون به سه رکن تندرستی باشه. رکن اول تغذیه است. وقتی تنش داریم و مضطربیم، بیشتر میریم سراغ نوشیدنی ها و خوردنی های ناسالم، مثل کافئین بیش از حد، الکل زیاد یا شکر فراوون. هیچ کدوم اینا حالمون رو بهتر نمی کنه. من از قانون 20-80 استفاده می کنم. اگه 80% مواقع چیزای خوب بخورید، اون وقت 20% مواقع میتونید ناپرهیزی کنید. خطر اونجاست که موقعی که ما تحت فشاریم برعکسش اتفاق میفته. دومین رکن تندرستی ورزشه. فعالیت بدنی یکی از بهترین راه‌های شستن بعضی از اون سموم اضافی بدنه. از خونه بزنید بیرون، برید پیاده روی و بذارید هوای تازه و نور به صورتتون بخوره. 10,000 قدم راه رفتن توی روز برای کاهش استراب خیلی مؤثره. شواهد علمی نشون داده که تأثیر 10,000 قدم پیاده روی در روز به اندازه یک داروی ضد افسردگی خفیفه. و سومین رکن تندرستی استراحته. هم منظورم خوابه که کیفیتش خیلی مهمه، هم استراحت در طول روز. حتی اگه فقط 5 دقیقه از اتفاقات روز فاصله بگیرید و کاری نکنید، انرژیتون خیلی بالاتر میره.
یه جایی رو به عنوان پناهگاه و مکان آرامش بخش در محیط اطرافتون در نظر بگیرید. یه وقتی به خودتون اختصاص بدید تا فقط استراحت کنید و ذهنتون رو آروم کنید. یه راهکار دیگه برای مقابله با استرس بیش از حد، چیزیه که شاید از قبل باهاش آشنا باشین. بهش میگن مایندفولنس یا خودآگاهی. خودآگاهی به حضور در لحظه حال برمیگرده. یک جور حضور همراه با آگاهی و بدون قضاوت. این شیوه برای خود من خیلی مؤثر بوده و منو به شدت آروم میکنه و میتونه در این فضای آشفته و شلوغ دنیای فعلی ذهنمو خالی کنه. پدرم یه اصطلاح خیلی خوبی داره که میگه اگه میخوای یکم تندتر بری، سرعتت رو کم کن. امیدوارم این برنامه براتون مفید بوده باشه. ما رو در اینستاگرام و تلگرام با هشتگ 37 درجه دنبال کنید. سوژه های پیشنهادیتون برای برنامه رو به 37@bbc.co.uk ایمیل بزنید. آرشیو همه برنامه های قبلی ما در وبسایت BBC فارسی در قسمت تلویزیون هست. لطفاً در این دوران شیوع کرونا مراقب خودتون و اطرافیانتون باشید.